لحظات شاد، فرزند صالح، زن خوب، مرد مسئولیت پذیر. برای من اصلا این ماشین ها و این خونه ها زرق و برقی نداره. چرا برات زرق و برق نداره؟ خودشونو میکشن، وامدار رو مقروض میکنن تا زندگی هاشونو خوشگل کنن. برای من خوشمزگی زندگی مهمه، نه خوشگلی زندگی. برای من خوشمزگیش مهمه، حلاوت و برکتش مهمه، حرکت در مسیر آن که خدا میپسندد مهمه. برای من این خیلی مهمه. یعنی این ماشین، تو دوست نداری این ماشین رو داشته باشی؟ من دوست دارم یه ماشین داشته باشم، مرکبم متناسب باشه با آن چیزی که من دارم، ولی مکینه که به مکان ارزش میده. ماشین چه تفکری رو داره حمل میکنه این مهمه. این خونه مأوای چه کلاسی، چه روزی، چه هیئتی، چه حرکتی برای رشد انسانهای دیگری است. این دیوارها چی میشنون و چی شهادت میدن؟ این جواره وجود من فردا مکینه که به مکان ارزش میده. من کنار این ماشینا رد میشم، تکونم نمیده، چون این ماشینا بیرون اینجوری دیده میشن، داخلش که تو نشستی که اون داخلش دیگه میخواد یه مسیر رو ببره. خدای من یه ماشین میخوام. پدر فوت کردن، این صبح های جمعه برم یه یادی مادر رو ببرم. تا برای من اصل خوشنودی مادر است که صبحای جمعه بتونم بدون اذیت و آزار ببرمش تا بهشت رضای جایی سر مقبر پدر. خدا نمیده، اتوبوس میده. تو چهار چرخ میخوای، او 18 چرخ میده. میدونی چرا؟ میگه این بنده ایه که من به خلقش افتخار کردم، اینه منظور من از اون فتبارک الله احسن الخلقه، این بود. نگاه چی ما نگاه تکونش نمیده، نگاه فقط چی حرکت میکنه، من میپسندم، من عاشق اینم، این معشوقه منه، معشوق منه. چه چیزهای فواید نظم در فعالیت اقتصادی یا اقتصاد خانواده، فوایدش چی؟ یک، امنیت روانی میاره، امنیت روانی. من به بعضی از این دوستانی که در عرصه‌های اقتصادی فعالیت میکنن عرض میکنم شما باید با کلاکاس حرکت کنید، حتی پیاده هم که میرید از این کلاهای ایمنی داشته باشید. سر به عنوان مرکز فرماندهی شما با... من بعضی مدیران میدم کار اجرایی میکنم، میگه این خیلی داره گرون در میاد، این گرون داره در میاد، شما اجرای اینم به عهده میگیرید، شما باید حل مسئله کنید، قدرت حل مسئله تون باید بره بالا. اون سوال میکنه، شما باید جوابشو داشته باشید که بدید. اگر نظم باشد امنیت روانی ایجاد میشود، و اگر امنیت روانی ایجاد بشود قدرت حل مسئله مدیر میره بالا. نظم نداره، امنیت روانی هم نداره، بعد میگه نمیدونم چرا هرچی میدوم نمیرسم، اشتم گرونه. یک شاعر عربی هست میگه مسئلت دور جرت بینی و بین من احب، مسئلتون لولا مشی بی ما جفا، لولا جفا املم اشب. یه مسئله ای هست بین من و بین کسی که دوستش دارم، مسئله این است، اگر او جفا نمی کرد من پیر نمی شدم، اگر من پیر نمی شدم او جفا نمی کرد. اگر نظمی وجود داشته باشه امنیت روانی وجود داره، و اگر امنیت روانی وجود داشته باشه حرکت، سرعت و رسیدن فعلیت اجباریشه. اصلا وقتی نمیرسه آدم تعجب میکنه. برید تو این مدیران خیلی موفق، من دیگه نمیخوام نه از برندی حرف بزنم نه از شخصیتی نام ببرم، ولی عجیبه که میگن ما نشد یک بار زودتر از مدیرمون بیایم و دیرتر از ایشون بریم، ایشون همیشه. بعد بهشون میگیم که الان تو این فشارهای اقتصادی وضعیت چجوریه، میگه الحمدلله داریم حرکت میکنیم. جمله رو نگاه رو جمله میخواد نگاه رو بده، نگاه رو نگاه کن. سلامتی لطفیست که خدا به من میکنه، بقیهش هم عرضه منو میطلبه. میگه همین که صبح
از خواب بلند شدم، چهار ستون بدنم سالم بود، این لطف کم نظیر و بی نظیر خداوند به من بود. بقیهش به عرضه خودم برمیگرد، تلاش میکنم، تدبیر میکنم، مشاوره میکنم، حل مسئله انجام میدم تا بتونم مجموعه رو راه ببرم، امنیت روانی میارم. نظم در اقتصاد خانواده رفع نیازها میکنه به جای خودش. وقتی بی نظمی هست ما شروع به حذف کتها میکنیم. بی نظمیه، حذف کت. یعنی من مبالغی رو به تلویزیون LED اختصاص میدم ولی سفر زیارتیمو حذف میکنم چون نظم نیست. نیازها در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیرد و توسط رهبر خونه برآورده و برنامه‌ریزی بشه. هر نیازی، پوشاک، خوراک، سفرهای زیارتی، شادی، خنده، تنوع و الاخ. حفظ حرمت میشه وقتی نظم در اقتصاد خانواده هست. حرمت ها حفظ میشه. حرمت ها. یه وقتی مشاجره سر وسائل پیش نمیاد. من وقتی برنامه ریزی کردم برای پرده خونم بودجه تعریف کردم، حالا تو بحث بودجه بندی اینو خدمتتون عرض میکنم، تو بحث بودجه بندی که بحث خیلی مهمی هست، تو بحث بودجه بندی میگم که ما برای هر چیزی باید بودجه بندی کنیم. دولت ها بودجه دارن، قاره ها بودجه دارن، شهرها بودجه دارن، خانواده هم باید بودجه داشته باشه. این منابع یک سال ماست، این مصارف یک سال ماست، براش برنامه ریزی میکنیم و حالا کافیه این رو فقط مدیریتش بکنیم. نه که بیاد بذار حالا بیاد حالا یه چیزی بیاد. وحدت خانواده در نظم اقتصاد خانواده رعایت میشه. وقتی نظم هست وحدت خانواده، وقتی نیازها برطرف میشه اعضای خونه برای مطالباتشون یقه همدیگر رو نمیگیرن، لیستی از مطالبات درست نمیکنن. تا میگه دخترم چطوری؟ میگه وایس وایس، من اینه میخواستم ندادی، اینه خواستم ندادی، اینجا خواستم ندادی، این خواستم ندادی، تو چه پدری؟ حرمت ها حفظ میشه، وحدت خانواده حفظ میشه. میگه خلق لیست مطالبات 20 سانتی برام میاری؟ پس بگی بینم من 8 متری دارم، بگی لوله ایه اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، سر کاغذو بکر، اینجوری بوده، اینجوری. نه نشد. وحدت خانواده است. انگشتا همش به سمت اینه. امروز اگه در باز بکنی تقصیر توه. چرا احمد تو؟ تقصیر تو، تقصیر تو. نه تقصیر توه. کیت فینسل پیده نویسنده است، میگه وقتی برای نرسیدن هاتون انگشتتون به سمت افراد، یک انگشتتون به سمت فرد، سه انگشتتون به سمت خودت. به تبع امنیت جامعه هم حفظ میشه.